داور هر دو ورزشکار رو به وسط کلاب جنگ فرا میخونه. ادای احترام هر دو ورزشکار. از کردم واقعا ورزشکار قدرتمندی است. سروت تازگل ترکیه‌ای، او چندین مدال طلای قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و طلای المپیک 2012 لندن رو در کارنامه خودش داره. خب ببینیم این رقابت چگونه برگزار میشه و این دو ورزشکار چگونه کار میکنن. من یک بار دیگه اشاره کنم، ابوالفضل یعقوبی در بازی دوم در مقابل مارتین سمتر انگلیسی در واقع موفق شد 16 بر 6 این حریف رو شکست بده. در بازی سوم در مقابل جواد آچاپ از بلژیک، دارنده مدال طلای قهرمانی جهان در سال 2015 و البته نفر اول رنکینگ این وزن، 5-4 پیروز شد و به بازی ردبندی آمد که رقابتش رو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم که این رقابت هم با پیروزی ابوالفضل یعقوبی به پایان برسه و ورزشکار خوب و جوان تکواندو کشورمون بتونه پیروز این میدان بزرگ باشه. برنده این دیدار به فینال وزن منهای 68 کیلوگرم راه پیدا خواهد کرد. ببینید چقدر داره با دقت و در واقع احتیاط مقابل ابوالفضل کار میکنه قهرمان المپیک. واقعا یکی بچه های ما روی شیاب جنگ میرن، قدرت های بزرگ تکواندو دنیا هم خیلی حرفی برای گفتن ندارن و خیلی کار راحتی ندارن. ببین اصلا هنوز نتونسته پای خودشو به ضربه گیری یا کلاه ابوالفضل نزدیک بکنه. باید مراقب باشه البته ابوالفضل. سروت بازیکن بسیار با تجربه ای است. کردم اون دارنده مدال طلای المپیک هست. بیا ضربه رو یهو اولین امتیاز. نه. حالا با یه ضربه در واقع بیچاگی که میزنه سروت 3-0 میکنه حساب کار رو. حالا اولین امتیاز برای ابوالفضل یعقوبی رو حساب روشن میشه. 3-1. باید مراقب باشه. نباید خیلی عقب بیاد. باید در واقع بیشتر فاصله رو کنترل بکنه، محافظت بکنه از شرایطی که هست. دومین امتیاز برای ابوالفضل یعقوبی. نتیجه بازی رو 3-2 میکنه. من نمیدونم داور چرا امتیاز ابوالفضل رو ابطال کرد. او در بازی قبل هم خیلی برای ما بد قضاوت کرد. این داور سیاه چوده که روی سیاب جنگ میبینید، واقعا قضاوتش در بازی قبل هم برای ما خوب نبود. بیدلیل واقعا ضربه مشت ابوالفضل رو ابطال کرد امتیازش رو. 4-1 شده حساب امتیاز به سود سروت تازگل. فاصله رو کم میکنه ابوالفضل. داور بازی رو متوقف میکنه. خودم بال میشه. یک بار دیگه سروت پای خودش رو پرتاب میکنه به سمت کلاه حریف. باید مبارزه بکنه ابوالفضل یعقوبی و در واقع نذاره که او میدانداری بکنه. باریکلا یه ضربه دلیاشگی قشنگ میزنه. 4-4 میکنه حساب کار رو. این نکات رو عرض کردم که مطمئنن شما در جریان بیشتر قرار بگیرید که قدرت سروت تازگل ورزشکار در واقع مقابل ابوالفضل چقدر هست و او با چه تجربه‌ای در مقابل ابوالفضل یعقوبی داره رقابت میکنه. من یک بار دیگه سریع اشاره بکنم، ابوالفضل یعقوبی در بازی اول مایکل هاروی از انگلیس رو 12-1 شکست داد. پنجمین امتیاز میگیره ابوالفضل. باریکلا 5-4. ماشاءالله. یه بار دیگه حالا ضربه روی سنسور. باید مراقب باشه. نه امتیاز نیومد. خیلی زیرکانه ضربه میزنه سرو ساز کل. 5-4 حساب امتیاز، حساب بازی روی تابلو به سود ابوالفضل یعقوبی روشن هست. حالا یه ضربه مشت. اگه یه قدری محکم‌تر می‌زد امتیاز می‌اومد. عرض می‌کردم بازی دوم ابوالفضل یعقوبی باز هم در مقابل یک حریف انگلیسی بود به نام مارتین استامپر که او رو 16-6 شکست داد و همونطور که اشاره کردم در بازی سوم جواد آچاپ از بلژیک رو 5-4 نفر اول رنکینگ این وزن و البته باریکلا ششمین امتیاز 6-4. عرض می‌کردم و البته نفر یه بار دیگه آفرین. واقعا نمی‌ذاره ما گزارش بکنیم. 9-4 میکنه حساب امتیاز رو. باریکلا توی جلو آمدن سروت تازگل پای خودش رو روی صورت او باز کرد. حساب کار رو 9-4 میکنه. ماشاءالله ابوالفضل 10 امتیاز 10-4. واقعا فکر میکنم کسی انتظار نداشت ابوالفضل یعقوبی در مقابل سروت تازگل اینجوری رقابت میکنه و این گونه امتیاز بگیره. 10-4 در راند دوم. دیگه حالا هر کاری از دستش برمیاد سروت تازگل داره میکنه. 13-4. ماشاءالله ابوالفضل، ماشاءالله ابوالفضل. تنها 30 ثانیه به پایان راند دوم زمان باقی است. ابوالفضل یعقوبی از کشورمون 13 و سرو تازگل از ترکیه 5. یه
خبره دیگه. آفرین ابوالفضل. 16 امتیاز رو هم میگیره. 16-5 میشه حساب امتیاز. واقعا عجب بازی شده. تنها 10 ثانیه باقی مانده به پایان راند دوم. و 16-5 ابوالفضل یعقوبی از سرو تازگل پیش هست. با 11 اختلاف امتیاز. داور اختار میده به ابوالفضل. واقعا به نظر میاد سرو تازگل دیگه حرفی برای گفتن نداره. یه بار دیگه ضربش رو حسابت دیده. زمان تمام شد ولی پاش حسابت کرد. واقعا اجازه نمیده ما اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم. اینقدر قشنگ مبارزه میکنه و اینقدر خوب داره امتیاز میگیره که من ترجیح میدم فقط بازی رو گزارش کنم. ببینید یه بار دیگه سرو تازگل 7 امتیاز برای او روی تقدیر روشن شد. حالا ابوالفضل باریکلا واقعا کم نمیاره. خب یه لحظه به نظر اومد تابلو تنگ شد. درست شد 16-10 شد حساب امتیاز. باید مراقب باشه. سروت بازیکن با تجربه ای آمده برای جبران کردن. یه ضربه ترخشی نه پاش حسابت نکرد. من نمیدونم چرا امتیاز اومد. امتیاز 16-14 شد. به خاطر اینکه ضربه چرخشی در سرو تازگل در واقع 2 امتیاز به او دادن بعد از تکنیکی که زد و 16-15 شد. حالا اختلاف امتیاز به عدد 1 رسید. دفع کردم خیلی بازیکن با تجربه یه پس واقعا جنگنده خوب با نشاط داره مبارزه میکنه. اما خب مطمئنن کم تجربه تر از سرو تازگل. نباید به راحتی امتیاز بده. 16-15 شده حساب امتیاز. یه بار دیگه باز هم حمله از سرو تازگل. حد کردم اومده برای جبران کردن. خیلی خوب بازی رو شروع کرد و خیلی خوب جلو افتاد. اما خب نزدیک کرد حساب امتیاز رو سرو تازگل و 16-15 حالا حساب امتیاز تنها با 1 اختلاف تو در ابوالفضل یعقوبی. حساب روشن باقی مانده. 17 امتیاز. باریکلا. 17-15. حالا حمله از سرو تازگل. نباید بیست زیر در واقع ضربه های چرخشی تازگل. واسه تو بره اون رو کنترل بکنه یا از اون فاصله بگیره به کناره ها بیاد و اجازه نده که اون رو به راحتی بتونه ضربه هاش رو اجرا بکنه. پاشو باید باز بکنه. توی همین آمدن 18 امتیاز برای سرو تازگل. 18 حالا پیش میفته. یه قضیه بی تجربه داره کار میکنه. حالا 18-18 حالا یه ضربه صورت 21-18 میشه. باریکلا ابوالفضل 21-18. عجب بازی شده. عجب بازی شده. ابوالفضل یعقوبی از جمهوری اسلامی ایران با حقوق آبی رنگ و سرو تازگل از ترکیه با حقوق قرمز رنگ. یه بار دیگه باید اختار بگیره سرو. من نمیدونم داور چرا فقط به اون نگاه میکنه. باید دست کنترل کرد. باید اختار بگیره. 11 ثانیه باقی مانده. این کار خطرناکه. این 8 اختار ابوالفضل یعقوبی. 21-19 شده حساب امتیاز. نباید 2 اختار دیگه بگیره چون وقتی که باقی تمام میشه. یه بار دیگه 22. نباید اجازه بده اینجوری کار بکنه حریف. 4 ثانیه با 1 اختلاف امتیاز پیش افتاد سرو تازگل. 22-22. 2 ثانیه. وای واقعا عجب بازی شده. تنها 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. تمام بازی در 3 راند حساس و سخت و نفسگیر به پایان میرسه. ضربه از تازگل. ضربه از ابوالفضل. امتیاز میاد. ماشاءالله ابوالفضل یعقوبی. ماشاءالله ابوالفضل. ماشاءالله ایران. ماشاءالله همه جوانان ایران. 1-0 موفق میشه در راند 4 راند امتیاز طلایی. بعد از 20 نتیجه در 3 راند قهرمان المپیک رو شکست بده. جوان خوب تکواندو کشورمون ابوالفضل یعقوبی و فینالیست بشه در مسابقات گرند پریکس منچستر.